با درود خدمت خانم‌ها و آقایون، رفقا و دوستان و یاران، و سپاس از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه شرکت کردین. من از طرف خودم و تمامی برگزار کنندگان این برنامه از شما تشکر میکنم و سپاسگزار هستیم. برنامه امروز ما شامل دو بخش است. یک بخش، بخش هنری، بخش دیگر بخش سیاسی است. در ابتدای برنامه پیام مشترک نیروهای سگانه که برگزار کننده این شب هستند، از قبیل اتحاد چپ خارج از کشور واحد مونترال، فعالین سازمان فداییان اقلیت واحد مونترال، کمیته یادمان دهه 60 مونترال. در قسمت بعدیش پیام امیر خدیر، نماینده حزب کبک سولیدار، نماینده ایرانی تبار در پارلمان کبک، و پای سخنرانی احمد موسوی از سازمان فداییان اقلیت و از جامعه در بردتان کشتار 67 میشینیم که نویسنده کتاب شب بخیر رفیق هم هستن. در بخش بعدی گروه رقص خورشید خانم رقصی خدمت شما ارائه خواهند داد و یک آنتراک 30 دقیقه‌ای خواهیم داشت که در بیرون غذا، چای و قهوه در خدمت شما است و از شما پذیرایی خواهد شد. در بخش دوم سخنران بعدیمون زندانی سیاسی دو رژیم، رژیم شاه و شیخ، آقای حسن احسان از زندانیان سیاسی و از سازمان انقلابی کارگران ایران راه کارگر کمیته مرکزی هستند. در آخر برنامه رقص خورشید خانم داریم. در اینجا از طرف خودم و کمیته برگزار کننده از تمامی دستندرکاران این برنامه تشکر میکنیم و از اینکه از ما پشتیبانی کردین سپاسگزاریم. رژیم جمهوری اسلامی از بد به قدرت رسیدنش برای جلوگیری از تعمیر و گسترش انقلاب توده‌های مردم به سرکوب بخش‌های مختلف جامعه مبادرت کرد. علاوه بر سازماندهی ارگان‌های سرکوب نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، دین و دولت را در هم اقدام نمود و حمله به دستاوردهای انقلاب توده‌ها را در دستور کار قرار داد. جنبش‌های اجتماعی که خواهان کسب مطالبات بر حق و انسانی خود بودند، نظیر جنبش کارگران، جنبش آزادی‌خواهان و دموکراتیک زنان، جنبش حق طلبانه خلق کرد، شوراهای دهقانی در ترکمن صحرا، خلق عرب خوزستان، دانشجویان و بیکاران، یکی پس از دیگری مورد یورش نیروهای سرکوبگر قرار گرفتند. احزاب و سازمان‌های سیاسی انقلابی و کمونیستی که از همان ابتدا خاری در چشم سردمداران رژیم بودند، همواره با سیاست پلیسی امنیتی رژیم مواجه شده و فعالین آن تحت تعقیب، دستگیری و زندان قرار گرفتند. رژیم برای فارغ آمدن بر بحران داخلی و صدور ارتجاع اسلام سیاسی، جنگ با عراق را آغاز کرد. میلیون‌ها کشته و زخمی و آواره، ویرانی و ورشکستگی اقتصادی، فقر و گرانی و بیکاری حاصل این جنگ ارتجاعی بود که اینک زمینه توجیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم را فراهم آورد. با آغاز دهه 60 و با توجه به بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که سراپای جامعه را فرا گرفته بود، رژیم جمهوری اسلامی تصمیم قطعی خود را برای سرکوب و نابودی احزاب و سازمان‌های انقلابی و کمونیستی که روندی رشدیابنده را طی می‌کردند در دستور کار خود قرار داد. 30 خرداد نقطه عطفی در این مسیر بود. با برنامه‌ای از قبل تدارک دیده شده و بسیج بانک‌های امنیتی نظامی، یورش منشانه رژیم آغاز شد. با دستگیری و زندانی کردن هزاران تن از فعالین و هواداران سازمان‌های سیاسی، بساط داغ و درفش در سیاه‌چال‌های رژیم برپا شد. با ددمنشی و ویژه‌ای که نماینگر سرشت حاکمیت جهل سرمایه بود، روزانه صدها نفر به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. آمار و ارقام کشتار و اعدام‌های اوایل دهه 60 مسلماً از تعداد جانباختگان 67 به مراتب بیشتر است. آنچه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 را از دیگر کشتارها و اعدام‌های جمهوری اسلامی تفکیک می‌کند، آن است که زندانیان سیاسی سال 67 در بیدادگاه‌های همین رژیم
محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. هیچ توضیح و دلیل چنین جنایتی را توجیه نکرده و نمی‌کند. از آن روز که هنوز پس از گذشت 25 سال از این جنایت عظیم، هیچ یک از باندها و سردمداران حکومت اسلامی قادر به پاسخگویی دادخواهی خانواده ها و بازماندگان این فاجعه نبوده و نخواهد بود. کارنامه رژیم از سال 67 تا به امروز نیز ادامه همین روند است. فقر، گرانی، بیکاری، بحران اقتصادی و سرکوب هر گونه صدای مخالف. پاسخ رژیم در برابر تمام معضلاتی که خود پدید آورنده آنهاست، جز دستگیری و سرکوب اعدام نبوده است. برای رهایی از شر تمام مصائب 35 ساله گذشته که تنها رهاوردهای رژیم برای توده‌های مردم بوده است، برای پرتو افکندن بر جنایت رژیم در اوایل دهه 60 و به ویژه تابستان 67، برای محاکمه عاملین و عاملین این جنایت‌ها تنها یک راه وجود دارد. آن هم سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی توسط کارگران و زحمتکشان و به دست گرفتن سرنوشت آنان به دست خود است. کمیته برگزاری یادمان این مراسم را به مادران و خانواده‌های ستمدیده داغدار تقدیم می‌کند. بستگان و مادران رنجوری که به رغم آزار و ضرب و شتم پاسداران شجاعانه بر سر گورهای دست جمعی گرد می‌آیند تا ضمن تقسیم درد و رنج یادآور این نکته باشند. نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. گرامی باد یاد تمامی جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم. سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی. زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم. امیر خدیر، دکتر امیر خدیر. شب بخیر دوستان گرامی. همونطور که همه شاهد بودیم، به خاطر قربانیان کشتار دست جمعی سال 67، به خاطر بازماندگان اونها، به خاطر جان به در بردگانی که از زیر این سرکوب جان سالم به در بردن، و به خاطر تمام ملت ایران و آزادی خواهان، هممون دست زدیم. حتی اونهایی که لزوماً عقاید همدیگر رو باهاش اشراف ندارن یا نسبت به یک عقیده واحد از یک ایدئولوژی واحد حرکت نمی کنن، به خاطر پاسداری از این عزیزان و خاطرشون و یادشون، همه هم برای آزادی و حتی برای اونهایی که برای سوسیالیسم مبارزه کردن دست زدیم. من از طرف حزب کبک سولیده، از طرف هیئت هماهنگیش که همین 3 هفته پیش این موضوع رو در یک جلسه‌ای براشون مطرح کردم، پیام همبستگی کل بدنه تشکیلات ما، فرانسواز دوید که با من در مجلس حضور داره و اکیپ ما که اونجا کار میکنه در حوزه های انتخاباتی مون کار میکنن، پیام همبستگی همه ما رو میخوام که از طرف اونها به شما ابلاغ بکنم و بپذیرید. چیزی که ویژگی این کشدار رو متاسفانه تعیین میکنه، یکی از ویژگی‌های عمدهش فراموشیش به دست نهادهای مختلف بین‌المللی. وقتی که قرار بود لایحه‌ای تو مجلس کانادا و همچنین توی مجلس شورای ملی کبک برای اعتراض و برای تأکید به جنبه جنایت علیه بشریت این اتفاقات قرار بود آماده سازی بشه و اطلاعاتی ما جمع بکنیم به دست احزاب مختلف برسونیم، من متوجه شدم که در واقعیت امر تو این 25 سال گذشته فقط 2 نهاد یا رفرانس رسمی بین‌المللی به طور جدی به مسئله کشتار 67 در زندان‌های ایران رسیدگی کردن و این کشتار رو جنایت علیه بشریت شناختن. نهاد اول Human Rights Watch هستش که حدود 3 یا 4 سال پیش در یک تحلیلی در مورد ایران
برای در اصل گزارش کلی راجع به شرایط حقوق بشر در ایران در یک پاراگراف به کشتار سال 67 اشاره میکنه و در پایان اون پاراگراف تحلیل میکنه که کشتار از پیش برنامه ریزی شده و سیستماتیک زندانیان سیاسی خارج از مبناهای قانونی حتی کشوری در اصل یک نوع جنایت علیه بشریت است. بعد چند سال بعدش در اصل کنم سال 2011 حقوقدان نسبتاً برجسته‌ای به نام جفری رابرتسون که کنستیتوسیونالیست یعنی متخصص قوانین اساسی و حقوق بین‌المللی در دادگاه‌های مختلف جنایی برای رسیدگی به جنایات جنایت علیه بشریت توی دادگاه های بین المللی چندین مسئولیت داشته، چندین کتاب نوشته، در سال 2008 توسط دبیرکل سازمان ملل مسئول شورای حقوقی سازمان ملل برای رسیدگی به جنایت علیه بشریت میشه. این آقای جفری رابرتسون یک مسئولیتی به عهده میگیره توسط یک بنیادی که توسط یک سری محافل آمریکایی البته ساپورت میشدن، ولی یک واقعا گزارش بسیار قابل به نظر من قابل اتکایی راجع به کشتار سال 1987 تهیه میکنه که به طور دقیق در حدود 110-120 صفحه به موارد مختلف شهادت ها و استنادهایی که وجود داره وقتی که اینا رو بررسی میکنه در نهایت در چهار مورد به طور اخص توضیح میده که برمبنای چه مواد معینی از حقوق بین‌المللی جنایتی که تو زندانهای ایران در اون سه هفته اول در اون تابستان آخر پایان تابستان شوم سال 67 و بعد موج بعدیش که دو ماه بعدش صورت میگیره، اول برای علیه مجاهدین بعد برای علیه زندانی سیاسی گروه های دیگه جنبش چپ، توضیح میده که چگونه اینا هر کدوم موارد معین قانونی که بر مبنای اون در اصل این یک جنایت علیه بشریت و مقایسه میکنه با دو مورد دیگه جنایت، یکی جنایت زندانیان در سربلینیسا در سال 90 که بعد به دادگاه بین‌المللی کشیده شد و جنایتی که ژاپنی‌ها بر علیه زندانیان جنگیشون انجام دادن در پایان جنگ جهانی دوم که اونم به دادگاه کشیده شد و به عقیده اون از هر دوی اونها از در مواردی در اصل این جنایت ابعاد زیر پای گذاشتن حقوق اولیه زندانی‌ها و حقوق بشری ابعادش فجیع‌تره و جدی‌تره. خوشبختانه کوشش‌های در اصل مردمی، جنبش مردم باعث شدش که اون دادگاه مردمی در هلند سال 2012 در نوامبر به نتایج رسید. در پی اون می‌دونید کوشش‌های مختلفی جای مختلف دنیا شد. در تورنتو وکیل جوانی که از خانواده میاد فکر کنم داییش صحبت از آقای شهروز هست، این جوان وکیل که توی کانادا تو تورنتو بزرگ شده به خاطر رابطه عاطفی که در با این مسئله داره و زیانی که لطماتی که خانواده خودش از این قضیه خورده، سالهاست که این قضیه رو دنبال میکنه با استناد به این پرونده‌ای که در هلند جمع شد چندین مراجعه به احزاب مختلف کرد و خوشبختانه همونطور که میدونیم در تاریخ 5 ژوئن امسال برای اولین بار یک پارلمان رسمی به طور رسمی کشتار 67 رو به عنوان جنایت بر علیه بشریت شناخت. ما در پارلمان کبک سعی کردیم این کار رو به همین ترتیب، یعنی با این عنوان به عنوان جنایت علیه بشریت مطرح بکنیم. متاسفانه به خاطر مخالفت هایی که از جانب احزاب مخالف شد با مقداری تقلیل فقط برای و با اشاره به این جنایات در از همبستگی با مردم ایران رو به صورت لایحه‌ای به مجلس آوردیم، ولی این قضیه اینجا خاتمه نمی‌یابه.
چون که این در اصل هر دو تای این لایه ها که تو این دو تا مجلس برده شد در اصل نتیجه کار دست جمعی صدها بازمانده، صدها فعال مبارزه حقوق بشر و حقوق سیاسی در اروپا، در ایران، در اروپا و در آمریکا شمالی هستش. نهایتاً این جای امیدواری هستش که در اصل میشه این رو تعمیم داد و من با آرزوی این که این قضیه به نتیجه برسه و قبل از اینکه حتی البته همه امیدواری ما این هستش که با سقوط رژیم جمهوری اسلامی مسئولین این جنایات به دادگاه کشیده بشن، ولی قبل از اون هم کارهایی میشه کرد. همین آقای جفری رابرتسون یک سری پیگردهای قانونی که میشه با استناد به این گزارش‌های موجود در گزارش خودش انجام داد به اونا اشاره میکنه. من از جانب خودم در صورت اعلام همکاری میکنم اگر یک اقدام بین المللی صورت گرفت که بتونیم ما تو شرکت بکنیم، من فکر کنم این جمع ما هم که امشب اینجا جمع شدیم مسئولیتی در این زمین داره. خیلی ممنون از توجهتون. شب جناب مفتدی چند روز پیش نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی شکنجه و سرکوب و کشتار را از مرزهای ایران فراتر بردند. طبق سنت‌های گذشته خودشون این بار مجددا در کمپ اشرف، در کمپ اشرف یا کمپ دبرتی با توجه به شواهدی که هست تعدادی از اسیران مجاهدین را به قتل رسوندند. کمیته برگزار کننده این جنایت فجیح جمهوری اسلامی که حاصل نظرات قرون وسطایی این رژیم می باشد شدیدا محکوم می کنه و از حقوق انسانی این انسان ها دفاع می کنه. در این بخش برنامه از رفیقمون احمد موسوی از سازمان فداییان اقلیت، یکی از بازماندگان کشتار شهریور 67 دعوت می کنیم که تشریف بیارن و ما پای صحبت های ایشون خواهیم بود. رفیقمون احمد موسوی. در خلوت روشن با تو گریستم به خاطر زندگان و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرود بودن را، زیرا که کشتگان اون سال عاشق‌ترین زندگان بودند. با درود به یکایک شما عزیزان که در 25 سالگشت کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 و همچنین به یادمان همه جانباختگان دهه 60 در اینجا حضور یافتید تا یادشان را گرامی بداریم و همچنین با درود به همه مادران خاوران و خاورانهای گمنام ایران که این مراسم تقدیم به عزیزان مادران خاوران داشتیم. من میخوام برحال عنوان یا تم سخنرانی خودمو که بهتره بگم صحبت‌های خودمو با نگاهی گذرا از زمستان 57 تا تابستان 57 انتخاب کردم. من و شما با هم در واقع برای این لحظاتی که این دقایقی که در کنار هم هستیم این قطار مرگی را که جمهوری اسلامی در همان روزهای آغازین به قدرت رسیدن بر ریل بی انتهای کشتار به حرکت انداخته سوار شیم و در ایستگاه های معینی که هر کدام از این ایستگاه ها توقفگاه ها خود کشتار جنایات و سرکوب های مشخصی را داشته گام به گام حرکت کنیم و برسیم به کشتار تابستان 67 که در واقع یکی از اون ایستگاه های مخوف این قطار مرگ هست که در این تونل وحشت به بیرحمانه ترین شکلی زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی در اون دو ماه تفتان تابستان مرداد و شهریور قتل عام کرد. به هر حال همه عزیزانی که اینجا هستید من فکر میکنم دیگر احتیاج به توضیح نیست، کم و بیش همه زخم اون سالها را بر گرده های خودمون داریم، یکی کمتر یکی بیشتر،
یکی ممکنه مستقیم در همین جا باشه که عزیزی رو از دست داشته داده باشه، جمهوری اسلامی عزیزش رو گرفته باشه، عزیزش میخواد برادر باشه، خواهر باشه، پدر باشه، مادر و بعضن دوست و رفیقی، و یکی ممکنه فقط شلاقی بر گردش خورده باشه. کم و بیش من فکر میکنم کسی نیست اینجا که زخم شلاق جمهوری اسلامی بر گردش ننشسته باشه. یه در واقع جمهوری اسلامی من فکر میکنم از همون آغاز به قدرت رسیدن، و یا شاید اگر بشه جمله ما اصلاح بکنم، حتی از پیش از به قدرت رسیدن، یعنی اون سالهایی که در اون ماهایی که معمولا دیگه نیمه دوم 57 بود و همه ماها کم و بیش در تظاهرات ها بر علیه رژیم شاه در واقع حرکت میکردیم، اگر میخواستیم یک حرکت مستقلی رو، اگر میخواستیم یک شعار معینی رو که فراتر از اون دایره محدود و بسته شعارهای خمینی به دار دستش بود میدادیم، همون موقع هم با زنجیر و قمه حمله میکردن و قهر میزدن که هنوز قدرت نداشتن. پس با این مقدمه من میخوام که در واقع سوار بشیم بر این قطار مرگ با این تصور که لااقل فعلا خطری ما را تهدید نمی‌کنه. ما در این قطار مرگی که سوار میشیم، در این نیم ساعت چه دقیقه‌ای که در خدمت شما هستم، همه من این اعتماد به نفس داریم که زنده از این قطار پیاده خواهیم شد. فقط میخوام اون ایستگاه‌ها را با هم بریم. با چنین نگاهی در واقع اون هم میخوام با احساس خودم، احساسی که در هر کدام از این سرفصل‌ها در قالب شعرگونه‌ای در یادداشت‌های من داشتم، نه محصول این سال‌ها، دقیقا در همون لحظه حس خودمو داشتم، برسیم به اون لحظه کشتار. من فکر میکنم شاید نخستین حسی را که از وضعیتی که جمهوری اسلامی آغاز کرد، در واقع اون امیدهایی را که برایش انقلاب کرده بودیم، اون امیدهایی را که برای رسیدن به آرمان خواهی، به آزادی تلاش کرده بودیم و در واقع به یأس تبدیل شد، از همون آغاز حسی را که داشتم که میشه گفت به اردیبهشت 58 منتهی میشه، که شاید آغاز حملاتی بود که در همون سالها نخستین حملهی که به ترکستان، به ترکمنستان شده بود، اون حمله کوچکی که همون آغاز، در همونجا حس خودمو در واقع در ششم اردیبهشت 58 احساسی که داشتم بر این ویرانی که داره شروع شده و داره حرکت میشه بر کشورم چه میرود، اینک سیاه و سرد، اینک ز زخم و درد، گویا هنوز سیاهی شب تداوم خیش را آواز میدهد، گویا بهار رویش خیش را از یاد برده است، هیهات کاین گونه تند و تیز از یاد میروند آلامه های سرخ، بر کشورم چه می رود که این گونه بی دریغ در گوشه های شهر گلهای سرخ رویده می شوند، با هر تپش، با هر ندا یک لاله دیگر بر جمع لالگان افسوده می شود، هر گوشه خون، هر گوشه درد، ترسم که باز پرنده اسیر پرها شکسته شود. این نخستین احساس من از روندی که در همون ماهای نخست آغاز شده، نخستین ایستگاهی که برخال حس درد، حسی که اون بهار آزادیی که داریم شعار میدیم جای شهدا خالی، هنوز یک ماه نگذشته، یک اثری از این بهار آزادی نیست و نگرانی و دلهوره، و طبیعتاً دومین ایستگاهی که آغاز میشه مسئله ترور هست. به اعتقاد من ترورهایی رو که جمهوری اسلامی شروع میکنه دیگه یک ایستگاه نیستن، بلکه یک ریل مجزا، یک مثال از مثل خطوط راهنی که یک ریل مجزا میشه و هرها به مقصد دیگه داره میرسه. ترور ونداد ایمانی در نیمه اول مرداد 58 شاید یکی از نخستین ترورهایی بوده که بعدها به روال دیگه ای ادامه پیدا کرده. ترور ونداد ایمانی رو من در 14 مرداد 58 در واقع به عنوان ایستگاهی از ایستگاه‌های جمهوری اسلامی که در چارچوب ترور نیروهای سیاسی آغاز کرد به این گونه تصویر کردم. در فصل شادی باغ
وقتی که گل شکوفه میزند از بوسه های آفتاب، روییدن شقایق سرخ تصویر روشن آزادی است. اما شکفتن بندات به رنگ شقایق در خونابه های خود آغاز فاجعه است. فاجعه‌ای که بعدها در قتل‌های زنجیری، در ترورهای خارج از کشور، در ابعادی گسترده، بسیاری از فعالین سیاسی، بسیاری از حتی رهبران سازمان‌های سیاسی را به کام مرگ کشید. و تا به امروز نیز ادامه داریم. نمونه مشخصش اونچه که یک هفته پیش در کمپ اشرف رخ داد. حتی اسرایی رو که دست بسته بودن نیز قتل عام کردند. در روند این ایستگاه قطار مرگی که داره حرکت میکنه، ما به 28 مرداد 58 میرسیم. فرمان خمینی در بسیج و کشتار برای مردم کردستان. حضور تانک ها، هلیکوپترها و پاسداران جنایتکار در یورش به کردستان اونچنان گسترده و عظیم بوده که بعدها وقتی بنی‌صدر به رئیس جمهوری رسید، اون جمله معروفش که پوتینم را از پایم در نخواهم آورد تا قاعده کردستان که شما بخوانید، تا قتل عام مردم کردستان را به پایان رسانم، آرام نخواهم نشست، پوتینم را در نخواهم آورد. در همین روز در انزلی مصادف بود با سالگرد رفیق احمد زیبرم. از هفته ها پیش قرار بود که مراسم میگذاشته بشه، اما تأثیر این فرمان خمینی خفقان و سرکوب را در سراسر ایران اونچنان گسترش داد که عملا امکان این مراسم نشد، تعطیل شد و فقط تونستیم به خانه مادر زیبرم بریم و در یه جایی محدود. اما کشتار و فجایع اونچنان عظیم بود، سرکوب مردم کردستان اونچنان وسیع که در شهریور ماه با به خون کشیده شدن مردم کردستان، حس خودم و احساس خودم و اون دردی که بر تمام جانم نشسته بود فریاد زدم. داغ هزار رنج، عمق هزار فاجعه اینک تکرار می شود. این گونه تیرگی راهوار شب توده ها هرگز نبوده است و این گونه جاده ها در شقاوت عصر گرسنگی از برکه های صرف جاری نبودند. این توده را زخم عمیق دشنه و زنجیر گسترده تر ز وسعت شب تا عمق انفجار برده است. در همین تاریخ است که دست جنایتکار خمینی از آستین خلخالی بیرون میاد، جنایاتی را که قاضی الغزاتش در کردستان انجام میده. در طول این سالها ما با دو تصویر، دو پوستر، دو عکس در سطح جنبش همه ما شاهدش بودیم که مواجه شدیم که در عرصه بین‌المللی از مرزهای ایران در نوردیده، در بسیاری از روزنامه ها و نشریات و مجلات حتی خارج از ایران به ثبت رسیدند. هر کدام از این دو تصویر، دو پوستر، عمق و فاجعه یک جنایت را بیان میکنه. تصویر دوم به سالهای نزدیک برمیگرده، به سرکوب جنبش دانشجویی در تابستان 78. عکس احمد باطبی پیرهن خونی اونجا در جنبش دانشجویی که سرکوب شده بر دست گرفته، با موهای بلند و روبانی که بر پیشانیش بسته، در این عمق جنایت این سرکوب و که به فرمان حسن روحانی که امروز رئیس جمهور شده، که در اون مقطع در واقع رئیس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی بود. مستثنا از این که امروز احمد باطلی کجاست، چه نظرات سیاسی داره، به کجا رسیده، بحث من نیست، یه بحث دیگه ای که اساسا در یه مسیر دیگه هست، ولی این تصویر رو همه دیدیم. اما تصویر دیگری که از اون سالها، سال 58 در کردستان بر جای بوده، تصویری که امروز برگزار کنندگان این مراسم به عنوان آفیش تبلیغاتی خودشون انتخاب کردند، 11 رزمنده کرد با چشمانی بسته به دستور خلخالی
پاسداران جنایت به زانو نشستن و دارن به رگبارشون میبرند. در همین صحنه یا زودتر از این یکی از نخستین کسایی که در کردستان قتل عامش کردن و اعدامش کردن یوسف کشیزاده بوده. اما در همین تصویر یکی از رزمندگان کرد، رفیق احسن ناهی، دانشجوی پزشکی، بر تخت برانکات خوابیده، یعنی زخمیه و اساساً قادر به ایستادن نیست و به این وضع اعدام میشه. این تصویر داشته باشید، این تصویر رو من و شماها یا لااقل خودم رو میگم، فقط در تصویر دیدم. اما این همین تصویر رو که بعد به کشدار 67 خواهم رسید، عزیزی رو با برانکات از سلولی که هستن برمیدارن و اعلامش میکنن که میرسن به اونجا. در همین مقطعی که کردستان داره سرکوب میشه، سرکوب صیادان انزلی است در روزهای 23-24 مهر ماه، چیزی حدود یک ماه و نیم بعد کشتار صیادان صورت میگیره. قیام مردم انزلی هست، پاسداران بعد از چند روز از شهر متواری میشن، اما کشتار اونجا شکل میگیره در قالب شعاری که انزلی کردستان پیوندتان مبارک. در کشتار صیادان انزلی احساس خودم را و اون چی که بر اونجا گذشت، بر صیادان انزلی گذشت و همصدا با مردم انزلی و صیادان انزلی فریاد زدم: خزر بجوش، خزر به نغمه بکش، که این دیو سیرتان نسناسان انقلاب، حتی بر قامت بلند رنج شلیک کردند. به اینک ماهیان خزر در خون شناورند. ایستگاه بعدی رو که این قطار مرگ در تداوم خودش حرکت میکنه و الزاماً انگار که در سراشیبی قرار گرفته و هرچی زمان پیش میره بر کشتار و جنایات هم در ابعاد وسیع‌تری قرار میگیرن. حمله به دانشگاه ها در 16 آذر 58. تصور بکنید جنبش دانشجویی ایران از سال 32 که با جان باختن 3 دانشجوی مبارز شکل گرفته، بعد از سرنگونی اون رژیمی که این جنایت آفریده، احساس میکنه در نخستین 16 آذری که فرا رسیده این حق داره که بتونه در این بهار آزادی که در واقع خواستن که آرزویش داشتیم، بتونه در یک فضای دیگری مراسم 16 آذر برگزار کنه. در همین مقطع جنبش خلق آذربایجان ایجاد شده، جمهوری اسلامی سرکوب در اونجا آغاز کرده و به بهانه سرکوب اونجا تمام دانشگاه ها را که روز 16 آذر خواستن مراسم 16 آذر را برگزار کنن به وحشیانه ترین وجه ممکن به ویرانه تبدیل کردن. و در تداوم خودش ما در اون خط تروری را که داشتیم و سرکوب را در بهمن 58 به ترکمن صحرا میرسیم، به سرزمین شعراهای خودمون. حضور تانک ها و سرکوبگران جمهوری اسلامی در ترکمن صحرا، ترکمن صحرایی که شورایی خودشو، نظام شورایی خودشو، تقسیم اون چرا که دستاوردهای کشاورزی اونجا بود به سهم مساوی دارن تقسیم میکنن، دستگیری 4 رهبر شورایی ترکمن صحرا، توماج، مخدوم، واحدی، جرجانی و اونگاه ترورشون و پیکر بیجانشون رو که به دست خلخالی صورت گرفته بود در همون مناطق رها میکنند و مادران ترکمن صحرا از اون پس برای فرزندانشون همانند مادران خاوران نغمه های شورایی رو زنده میکردند. در این فضا بغضی که بر گلوی هر انسان می‌نشینه و حتی امروز نیز
همواره بغض بر گلوی می نشینه، در تاریخ 7 اسفند ماه 58 با یاد رهبران شورایی ترکمن صحرا و با یاد مردمی که سرکوب شدن زیر تانک ها و گلوله های جمهوری اسلامی فریاد زدن ترکمن سرزمین سوگوار، دشت خونین داد دار، فرزندان خونینت را در آغوش بکش اما جامعه سیاه مخوش، ترکمن سرزمین سوگوار، دشت خونین داغ دار، بسد کین را به پاش بر تن دشت این فراد و سبز جاودانه نگهدار، خوشه های خشم را بر خاک زخمی میهن ما. فاجعه ترکمن صحرا هنوز زخمش به پایان نرسیده، انقلاب فرهنگی دوم اردیبهشت 59 آغاز میشه. به فرمان خمینی و با قدرت اجرایی بنی صدر که رئیس جمهور وقت دوم اردیبهشت 59 حمله به دانشگاه‌های ایران به عنوان تنها سنگری که در سراسر ایران پاس داشت وضعیت دفاع از حرکت‌های دموکراتیک، دفاع از آزادی‌های دموکراتیک به عنوان یک جنبش دموکراتیک و آزادی‌خواهانه رو پیگیر بود، تداعی می‌کرد. در مقابل چشمان من، همرزمان من، همکلاسی‌های من و همدانشگری‌های من با زنجیر و چاقو و لگدکوب شدن زیر چکمه های پاسداران، دنده هاشون شکست، پاهاشون بریده شد و رفیق دیگری به کما رفت. غروب وقتی توانستم به بیمارستان برم فقط ببینم چند نفر از رفقایمون برخواب در اونجا زخمی شدن، 7 رفیقی که بودن، رفیق جنوبی من با چهره‌ای که برخواسته از اون در کما و در یک بیهوشی همچنان زمزمه می کرد سرود را، رفیق را که در جلوی من همانند کودکانی که روی تخت می پرند و یا روی تناپه بازی می کنند، سرکوبگران جمهوری اسلامی با لگد روی معده‌اش می پریدند. وقتی زخمی شده بود زمین دراز کشیده بود. از بیمارستان که بیرون اومدم احساس خودم را با یاد اون یاران زخمیم فریاد برکشیدم، هان شمایان حرفتان نیرنگ، فکرتان هر دم تمام خلق را تحمیل، روحتان آکنده از تزویر، هان شمایان وارث ظلمتگه شاهان، در دیار سرخ ما تا کی چکمتان خونی خواهد شد، تا به کی در گوشه های سرزمین بابک و مزدک با بسیج جهلتان هر روز چشمه های خون شود جاری. اما فردایش و روزهای بعد وقتی خبر از سراسر ایران رسید، سرکوب جنبش دانشجویی برخلاف اون چه کتاب خونون رخ داده بود دیگه محلی نبود. سرکوب مردم کردستان یک منطقه ای از ایران بود، ترکمن صحرا یک منطقه ای از ایران بود، انزلی یک منطقه ای از ایران بود، اما حمله به دانشگاه ها، حمله به تمام نقاط این گربه ملوسی که بر روی دومش نشسته زخمی شده در زیر چنگال‌های جمهوری اسلامی بود. مازندران، گیلان، تهران، تبریز، مشهد، اهواز، همه جا که فجیع‌ترین کشتار در جنگ شاپور اهواز بود که به فرمان جمین نماینده خمینی و امام جمعه آبادان دانشجویان این را که کشته بودند در رودخانه کارون ریختند تا طعمه ماهیان گردند، کوسه ها گردند. و اینجا بود که در واقع فراتر از اون که در اون روز اول فریاد کشیدم، نهیب برزدم، آه ایران، 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 از کدام این نغمه بگویم که زخمهای کهنه تو سرباز نکنند و سیر خون دامن نگسترد، از خزر تا خلیج، از کردستان پرتفش تا سرزمین شوراها، از تبریز قهرمان تا تهران خونین،
از سرزمین نفت تا دیار ایدر و کوچه خان، آه ایران، ایران، ایران. تاریخ هرگز بر تو انسان گذشته بود و بدین انسان روزها و ماها گذشتند و ما به 30 خرداد میرسیم. قطار مرگ در این تونل وحشت شرایط جدیدی را که آغاز شد و آغاز فاجعه‌ای که امروز به عنوان دهه خونین می‌خوانیم که دقیقاً از لحظه‌های بعد از تظاهراتی که به هر حال به بهانه‌ای که مجاهدین حرکت مسلحانه خودشون آغاز کردند فضایی را که جمهوری اسلامی از پیش برای سرکوب سازمان‌های سیاسی آغاز کرده بود از این بهانه به عنوان صرفاً یک بهانه همون کاری را که در 67 کرد ابتدا اون دسته از زندانیانی را که اسیرش بودند قتل عام کرد بین 30 تا 40 زندانی را در فاصله چند ساعت از جمله سید سفیدپور شاعر نویسنده و عضو سازمان فدایان اولیت که 2 ماه جلوتر در روی سفره عقد و عروسیش که تازه داشت داماد میشد ربودنش و 2 ماه بعد جنازه‌اش را تحویل که نه برخورد اعلام کردند من فکر میکنم اون چی که در روز 31 خرداد بر زندانیان گذشت یعنی همین کشتار 30 تا 40 زندانی که صورت گرفت از کمیتش بگذاریم دقیقاً همون چیزی بود که در 67 رخ داد در سال 67 انبوه زندانیان از هزاران گذشته بود از 10,000 بیشتر بود که جمهوری اسلامی حداقل آماری که هست 5,000 بیشتر می بود و اعدام کرد خب در اون مقطع تعداد زندانیانی که بودن بسیار اندک بودن و با همون نیت و با همون انگیزه دیدیم به محض اینکه حرکتی در جامعه آغاز شد مردم به خیابان‌ها ریختن تظاهرات صورت گرفت قتل عام زندانیان رو شروع کرد و از اینجاست که سرکوب، شکنجه و کشتار کشتار و شکنجه و فاجعه‌ای که در سالهای نخست دهه 60 سالهای 61، 62 و 63 صورت گرفت در هیچ برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی اون چرا که برای زندانیان و خانواده ها در این سالهای نخست دهه 60 گذشت به اعتقاد من نگذشته چه به لحاظ کمیت زندانیانی که جان باختند اما کشتار 67 ویژگی هایی داشته که برجستش کرده به حق ویژگی هایی داشته که هر ساله گرده هم میاییم تا یاد اون عزیزان رو گرامی بداریم که وقتی رسیدم این ویژگی ها رو خواهم گفت چرا وگرنه به لحاظ کمیت، به لحاظ فشار، به لحاظ سرکوب، به لحاظ اعدام هایی که در سالهای 62، 63، 62 شد اساسا قابل قیاس نیست و روزنامه ها 100 نفر، 200 نفر و بعضا بیش از 200 نفر رو روزانه اعلام می کردن توی این مسائل شکنجه شما نمی کنید کادرهای هیچ کدام از سازمان های سیاسی رو ببینید که زنده اون سالها دستگیر شده باشن و زنده از زندان بیرون اومده باشن اندک کسایی هم که حکم گرفتن 67 اعدام شدن بسیاری زیر شکنجه مردن زیر شکنجه جان باختند و من حداقل به عنوان یک زندانی که شاید اندکی از اون شکنجه را تجربه کردم چون همواره شکنجه هایی را که عزیزان دیگه شدند دیدم در قیاس با خودم هرگز به خودم اجازه نمیدم بگم که واقعا ولی اون کلاغ هایی که پاهای من را نیز له و لورده کردن برای تبیین اون لحظه ها برای اون لحظه های شکنجه بسیاری که در زیر شکنجه جان باختند وقتی در سلول‌های انفرادی هستی در واقع بعد از روزهای 3، 4 و 5 مرداد کابوس مرگ، کابوس کشتار بر بند و زندانی که من هم زندگی در اون محبوس بودم فرا می‌رسه زندانی که از 1.5 سال پیش در اعتصاب هستیم و ملاقات نداریم 1.5 سال که خانواده های خودمون رو ندیدیم از پاییز 65 کابوس مرگ در شامگاه 8 مرداد
به بند ما فرا میرسه. نگهبان با نوشته ای میاد اسامی اولین سری 17 زندانی رو میخونه، وسایل رو جمع کنید، فکر میکنید که همه دارن میرن انتحار به بندی دیگه، بیرون میرن. سری دوم با یه اسامی دیگه میاد. در این سری دوم هست که شهباز شهبازی، مسنترین زندانی بند ما که زندانی سیاسی زمان شاه هم بود، رو برانکات خوابیده. از 6 ماه پیش به دلیل ضربه‌ای که افتاده پاهاش رو از ناویزان کردن، استخوان خاصره ایران شکسته و اساساً قادر به حرکت کردن نیست. هنوز وزنه‌ها بر پایش آویزان هستن که بتونن به این وضع از بند بیرون میره. و در فاصله چند روز، یعنی از فاصله 8 تا 13 یا 14 مرداد، از بندی که 120 نفر هستیم 96 نفر به جوخه های مرگ سپرده میشند. همه کسایی که تا لحظات پیش با هم سر یک سفره غذا خوردیم، بغلشون کردیم، بوسه بر گونه هایشون زدیم، یادگاری دادیم به این امید که دارن میرن بند دیگه ای و ما دو فردای دیگه خواهیم دید. در این روزها و این دوران زندان، روزهایی بر ما گذشت و روزهایی بر مادران و خانواده ها که به اعتقاد من فجایعی که در این روزها گذشته در یک سال هم نمی‌رونچه. در یک شرایط معمولی عمق فاجعه یک روز در یک سال هم نمی‌رونچه. جمهوری اسلامی با چنین وضعیتی هنوز داره سرکوب‌های خودش ادامه میده و همچنان کسانی دل بستن به تغییر این نظام از درون و همچنان کسانی فکر می‌کنن هنوز با انتخاب احمدی نژاد بره و یک جنایتکار دیگری که روزی خودش سرکوبگر بوده قدرت بگیره تغییر خواهد کرد. و در حاکمیت همین فرد دیدیم ترورها به شکل دیگری باز پیدا کردن. بنابراین اون چی که در کشتار 67 بر ما گذشت، بر خانواده ها گذشت، بر مادران خاوران گذشت که من از اون شکنجه های حاج داوود دیگر گذشتم، قیامت و سرها ایستادن و سرکوب ها و همه، در واقع با کشتاری که بر جای مونده از 67 و به خاطرش اینجا گرد آمدیم تا یادمان اون عزیزان رو گرامی بداریم، پس از این همه در پایانی که نمیتونم بگم پایان این قطار مرگ، من فقط خواستم تصویری از 57 تا 67 را داشته باشم. مادرانی ایستادند و بر فراز این مادران مادری دیگر به تمثیل به نام ایران با گیسوان پریشان در باد که این مادر فریاد میزنه وای بر من، وای بر من، چه بیقرار می سوزد این تن من از لهیب تند فاجعه، از لحظه های تبالود عشق و آتش و خون در اون تابستان شهریور مرداد ماه جنون، وقتی هزار هزار پسران و دخترکانم بلدار شدن و با بادک های انسانی با دست های جهادت بر فراز سرم به جنبش در آمد. می دونید که کشتار 67 همه رو به دار کشیدند، هیچ کدام به رگبار نرستند. این تمثیل بادبادک های انسانی تشبیه همه این عزیزانی است که حلاویز هستند. وقتی هزار هزار پسران و دخترکانم بر دار شدند و بادبادک های انسانی با دست های جهادت بر فراز سرم به جنبش در آمدن، من سوختم در شعله های جنون، من گره گرفته تنم از اژدها های فسون، در جنگل و رود و جای جای گسترم، می سوزم از لحظه های تبارود عشق آتش و خون، وای بر من، وای بر من، با که بگویم بر من چه رفته است در این سال‌های
اشک جون. سپاس از رفیقمون احمد. میدونم که تجدید خاطرات خیلی سخت و غم انگیزه، اما به خاطر اینکه این جنایت ها فراموش نشه مجبور هستیم این برنامه ها رو همه ساله تکرار کنیم تا روزی که بتونیم بر فراز سرنگونی این رژیم بهار آزادی دیگری رو در کشورمون ببینیم. مرسی. در این قسمت برنامه‌مون گروه خورشید خانم رو داریم که با رقص زیبایشون به برنامه ما شکل دیگه خواهند داد. پیشا پیش از گروه خورشید خانم که در این مدتی که من شاهدش هستم در این شهر هستم در خدمتتون، همیشه در کنار ما بوده و همیشه با ما بوده، سپاس گذاریم. الان نماینده گروه خورشید خانم، خانم مینای مشهور در خدمت شما هستم. مرسی. به زنگاهی، عکسی و رقصی. اسم رقصیه که الان براتون اجرا میکنیم که بر اساس عکسهای جهانگیر رزمی توسط خانم آرام بیات طراحی شده. به زنگاهی، عکسی و رقصی. لحظه‌ای که قربانی به جلاد نه میگوید. به زنگاه تبلور حقیقی جوهر وجود انسان است که انسان در ذات آزاد است. اگرچه بندها و لایه‌های از وابستگی‌ها، کمدانی‌ها، پستی‌ها، مرئی و نامرئی به هزار دلیل خواسته و ناخواسته مانع تبلور آزادگی انسان است، اما انسان هوشیار و هدفمند همواره با انتخاب خود در بزنگاه‌ها آن حقیقت بزرگ را به نمایش گذاشته است. تاریخ بسیار شاهد این بزنگاه‌ها بوده است. چنان لحظه ناب در تابستان 58 در کردستان ایران و هنرمند عکاس جهانگیر رزمی این لحظه را به ثبت رسانده. انسان قهرمان در بزنگاهی حقیقت وجود انسان را به نمایش گذاشته و عکسی آن را جاودانه ساخته و گروه خورشید خانم با رقصی جاودانگی این پیروزی را جشن می‌گیرد.
خواهیم بود. در ضمن ایشون به خاطر اینکه شاعر هم هستن روز جمعه، همین جمعه در سالن کتابخونه نیما، در مکان کتابخونه نیما شعرخوانی دارن. از دوستدارانی که دوست دارن در این شعرخوانی شرکت کنن دعوت میکنیم که در این شب هم شرکت کنن. الان از رفیقمون حسن احسان خواهش میکنیم که تشریف بیارم و در خدمت شما باشیم. مرسی. سلام و درود بر شما دوستان و رفقای عزیزم. ممنونم از دستندرکاران این برنامه شب یادمان که شانس دیدار بسیاری عزیزان رو برای من فراهم کرد و این حضور همدیگر رو اینجا من به غنیمت با خودم خواهم بود. در این 30 ساله تقریبا میتونم بگم 20 سال است که در شبهای یادمان شرکت دارم در شهرهای مختلف اروپا و 30 ساله که به قول ناصر خسرو شاعر ما تبعیدیان این کجدوب در واقع قربت علی رغم این قضیه تلاش کردیم با حضورمون با همکاریمون در سر تا سر این کره خاکی که ایرانیان در تبعید هستند بر ویرانی که بر ایران دربند میگذشت و میگذرد و تا حضور جمهوری اسلامی ادامه خواهد بود ما این را به فریاد در آوردیم. سعی کردیم برای وجدانهای بیدار مردمان این جهان که برای عشق، انسان، آزادی، برابری و عدالت اعتماد و باوری دارند برای اونا آن رنج و دردی که بر میهن ما رفته بازگو کنیم. من اما امشب میخوام البته مضمونی که انتخاب کردم یه خود پررویی کردم چون اینو با 20 دقیقه واقعا نمیشه جمعش کرد ولی سعی میکنم که خیلی خلاصه و جمع جور ایده رو بگم که البته همه شما بهتر از من میدونید. میخوام توی این در 20 دقیقه‌ای که وقت دارم بگم که رابطه سرکوب و شکنجه رو در نظام سرمایه‌داری بگم و میخوام بگم که ما در 3 شکل از هیئت حاکمه‌ها و ساختارهای حکومت سرکومت‌های سرمایه‌ای مبتنی بر استثمار انسان با 3 شکل رو در روی. یک شکلش کشورهای تیپیک سرمایه‌داری نرمال هم مثل کشورهای متروپول، مثل بعضی از کشورهای پیرامون سرمایه‌داری که اینها در البته پس از 300-400 سال مبارزات کارگران و مزدور و بگیران به جنبش های آزادی خواهان و عدالت جویانه به یک پذیرش سطحی از شهروندی و مدنیتی رسیدند
که لااقل در سطح آزادی های اجتماعات، حق تشکل و اینها بدیهی شده و حتی حق اعتصاب، حق اعتراض. من باب مثال فقط میگم، چون به جمعه شاید اجتماعی دیگر همین مثال رو میشه مورد به مورد آورد. طبقه کارگر این کشورها میتونن تشکل مستقل خودشون داشته باشن، در صورتی که در محیط کارشون زیر فشار قرار بگیرن میتونن اعتصاب کنند، میتونن با بخشی از این رسانه ها گفتگو کنند، تا جایی که کارکرد و چارچوب کل نظام سرمایه‌داری رو زیر نبرند، هیئت حاکمه که حراست میکنه از این نظام این حد از تحرک امکان رو تحمل میکنه. شهروندان حق شهروندی دارن، ببخشید، تا رخت خواب مردم جلو نمیرن، کاری به آزادی پوشش به زندگی عرفی مردم ندارند. اونجا اونها وقتی که چنگال تیزشون رو بیرون میارن و نقاب از چهره میکنن، اونجا ایست که چهارچوبه کل این نظام جهنمی سرمایه‌داری مورد خطر قرار گرفته. اونجا دیگر حقوق بشر بی حقوق بشر، زندگی شهروندی بی روشنه میشه. نمونه های فراوان داریم، مثلا فرض رو که همین جریان والت استریت در آمریکا، برخورد پلیس با اون و بدتر از اون، پلیس اولیا حضرت برکه انگلیس در وقتی که پابرهنه ها بیکاران به تظاهرات خیابانی شبه شورتی برخواستن، پلیس با تمام وجود به سرکوب اونا پرداخت و حتی این احمدی‌نژاد اونا را آقای این نخست‌وزیرشون خس و خاشاک نامید. بدتر از اون در آفریقای جنوبی دیدیم که چطوری کارگران اعتصابی رو به گروله بستن و از پشته‌هاشون پشته ساختن. اما اینها وقتی است که چارچوبه نظام، منطق نظام زیر زد بارن. دکت اینا را سریع میرم چون همین ما میدونیم. دور بخش دیگری از کشورهای سرمایه‌داری هستند، چه وابسته چه غیر وابسته، چه نظامی چه سیاسی، که به شیوه استبدادی یا از طریق دول امپریالیستی و یا به شکل شرایط استثنایی بر سر قدرت آمدند، علاوه بر حفظ و حراست نظام سرمایه‌داری قدرت سیاسی هم برایشون اصله، در دفاع از قدرت سیاسی آن گروه قدرت یا حتی دیکتاتور مشخص فردی اونها از شروع میکنن سرکوب. اگر این قدرت سیاسی زیر ضرب قرار بگیره، اونها هم چنگ دندان های خشن نشان میدن، به زندان و شکنجه دارند. همچنان که در کشورهای اول مثلا در شرایط که جدی باشه بحران، اونها ظرفیت دارند زندان های ابو غریب و اینا رو را بندازن، که دیدی لخت میکنن زندانی رو، زنجیر میبندن اینو دست پاشو و به شیوه بسیار بسیار مادون بشری با زندانی طرف هستن. اینجا سه برابر بیشتر بگیرید، نمونه های فران از یونان سرهنگاه بگیرید تا برید به دیکتاتورهای نظامی آمریکای لاتین، آسیا، آفریقا، جنوب ما، رضاخان میرپنج خودش، خود ما و پسرش. من که یکی از اون کسانی هستم که مزه چشلاق اعلی حضرت چشیدم، میخوام عرض بکنم که در اینجا هم وقتی که قدرت سیاسی مورد تعرض میگیره، تعرض به خشن‌ترین شکل صورت میگیره، در این کشورها زندگی عرفی مورد تعرض قرار نمیگیره. حق شهروندی در حدی که به دستگاه حکومت، به ساختار حکومت، به نظام سرمایه‌داری تعرضی بشه کاری ندارد. در اینجا می‌بینید این دو تا دسته، دسته اول در چارچوب حفظ نظام، دسته دوم در عین حال که در چارچوب حفظ نظام برای قدرت سیاسی معینی نیروی نظامیشون رو سازمان میدن، پلیس، ارتش، ساواک و تمام دستگاه‌های جهنمی در خدمت این قضیه هستند. اما حکومت‌های ایدئولوژیک مخصوصا مذهبی‌اش که الحمدلله ما داریم، یک جنن دیگر از سنف دیگری هستند. جمهوری اسلامی مثلا به قول پرانزاس، اینها دولت‌های استثنایی هستند که بعضاً در شرایط نامتعارف سرمایه‌داری هستند بروز می‌کنند یا در یک وضع ویژه. مثلا شما فکر کنید یهودی‌کشی، کولی‌کشی، حتی معلول‌کشی هیتلر رو در نظر بگیرید که در خدمت اون
هایدگر میگه نجات برتر دیگه در خدمت تسمیه نجات ناسالف و نجات برتر در واقع این کشتار با منطق در واقع یک ایدئولوژی معین حرکت میکنه یا اسرائیل فلسطین کشی اسرائیل سهیونیستی رو عرض میکنه فلسطین کشی یک منطقش داره شما میدونید که بزرگترین تشکیلات شکنجه رو در اسرائیل داشته و از اونجا بود که ساواکی های ایران میرفتن درس میدیدن نه اون بسیاری از کشورها از جمله مسئولین امنیتی و ماموران شکنجه آمریکا هم در اسرائیل آموزش میدیدن یعنی شده بود به یک دانشگاه شکنجه پرور و همین الان هم ساواکی های ما که فرار کردن در اونجا زندگی میکنن و به این شغل شریف هم مشغولن بعضی هاشون که میشود در فرصت از اسامی و نام های اینام لو رفته است و بنابراین اونها هم برای که برسن به سرزمین موعودشون زائران دیوار کتبه برای خودشون حق مسلم خودشون میدونن که ملیتی رو از کشور خودشون آواره کنن تا به آرمان شهر خودشون برسن و در این راه با شکنجه فلسطینیان مظلوم رو در روی این. اما جمهوری اسلامی این حرفا رو نداره. جمهوری اسلامی پیچیده ترین و عجیب ترین حکومت ایدئولوژیکی است که در این صد ساله دوره قرون وسطایی من نمیخوام باید باشم. میشه راجبش حرف زد. جمهوری اسلامی سرمایه‌داری مذهبی ایران به نظام ارزشی تاکید دارد که این نظام ارزشی به دوره قبل از قانون برمیگرده به دوره قبیله سالاری برمیگرده به دوره‌ای که انسان در تمامیت خودش نه معنا داره نه از حقوقی برخورداره یک لایه معینی از انسانه که خواهم گفت که در این تعریف معنای انسانیت میگنجه بقیه براش واقعا دامده دن خس و خاشاکن جمهوری اسلام و وقتی که انقلاب شکست خورده ما صاحبی پیدا کرد به نام روح الله خمینی و او بر گرده یک انقلاب متناقض سوار شد و انقلاب شکست خورد از همون فردا همونطور که رفیق عزیزم احمد برشمرد از همون فردا شروع کرد این نظام ارزشی رو در واقع پیاده کردن که قبلا هم شناخته شده بود ولی کسی باور نمیکرد که اون نظام ارزشی را بخوان اجرایی کنن اون نظام ارزشی به ویژه برآمده از یک دوره خاص از زندگی اسلامه چون در آغاز اعلام اسلام توسط پیغمبر اسلام در مدینه شما دائما با الرحمن الرحیم سرکار دارید برای اینکه دوره تبلیغ و ترویجه دوره جذب کردن به ویژه یهودی ها و بخشی از بت پرستا به اسلام دعواهای قبیله ایست اونجا ولی وقتی که مسلمان ها از فتح مکه برمیگردن با اقتدار به مدینه میان هر نوع مخالف خانی هر نوع دگراندیشی خشونت اسمش گفته دیگه بسم الله الرحمن الرحیم تبدیل میشود به قاسم جباری یه اشداء بینکم اشداء علی کفار و رحماء بینکم شدیدترین شکل ممکنه کافران را بکشید بین خودتون مهربان باشید این نگاه تبدیل این نگاه همه محمدی گیلانی دیواره نیست که بگه زخمی را تمام کش کن همین الان توی اون دست پادگان اشرف زخمی تمام کش بود دیگه بچه ها بردن من برنامه ارتجاعی رهبران شو کار ندارم ولی اونجا رفتن اون اسرا رو گرفتن دستشون از پشت گرفتن زدن تو کله شو بچه ها رو تو کلنه گرفتن اینا تیر خلاص دادن زخمی رو تمام کش کردن کار ایده یک فکری این آخوند یا اون آخوند نیست از یک مبانی در واقع برخورداره و در اینجا کافر و مرتد رو عرض کنم که منافق مخصوصا کافر مرتد مخصوصا کافران حربی اصلا به عنوان انسان مطرح نمیشن مثل ما کمونیستا به باهایی از جمله ما کسانی هستیم که مجبور نیست حکومت اسلامی ما را کف دفع کنه مجبور نیست ما را جای
ببره دفع کنه. لاشی ما برای این نظام ارتشی خب به لاشی حیواناته، میتونه در بیابان بذاره به غذای حیوانات بکنه. شما منطقی که گورهای دست جمعی هست، خاوران ها رو دیدید دیگه، خاوران فقط تهران که نبود، خاوران تهران نماد خاوران های را بود. همین پریروزا اخبار شنیدید که در شهر نش، در شهر قبرستان تازه آباد که گورهای دست جمعی و چهاره داشتن و بعدا برای که فراموش بشه زباله می ریختن روش، به زبالدان تبدیل کردن. با این حال مادران می رفتن، خانواده ها می رفتن، اونا رو پاک کردن، به مرده ها، صاحب مرده های جدید فروختن، اونجا رو گورست روی اونها گورستان های جدید ساختن که مطلقا من با عکس و شیشه و قاب و اینا. بنابراین منطق این بی اعتنایی و بی ارزش بودن این انسان ها منطقی است که از یک نگاه معین، از یک نگاه ویژه برمیاد که ظرفیت نداره تحت هیچ عنوانی دگر اندیش و مخالف رو تحمل کنه. و این اصلا یک تصادف نیست که شما فرض بکنید که محمدی گیلانی میگه که شلاق باید پوست را بدرد، گوش را بدرد و به استخوان بنشیند. برای این که این نگاه و بعد از اون هیست میگن این بیمار هیستی، هیستی نیست. این آدم این نظام ارزشی رو که داره انسان براش حقوقی نداره. بی حقوقی لازمه تحقق این نظام ارزشی. حقوق برای کیا داره؟ برای یک لایه معینی از انسان. در نظام جمهوری اسلامی به ویژه این مشخصات روشن‌تری پیدا کرده. مسلمان نه تنها مسلمان به در نمیخوره، مسلمان شیعه کافی نیست، مسلمان شیعه اثناعشری کافی نیست، مسلمان شیعه اثناعشری معتقد به ولایت مطلقه فقیه کافی نیست، مسلمان اثناعشری عرض کنم معتقد به ولایت شیعه اصلا معتقد با تفسیر رسمی دولتی، با تفسیر رسمی سید علی خامنه ای و داردستش مزمون آیت الله تمساب و اینا. یعنی یک لایه معین این جامعه است که حد و حقوق داره. خودی در این نگاه مطلقا محدوده. شما میبینید که مرتب از این خودی ها به بیرون پرتاب میشن. صحبت از بعدها دیدید که صحبت از فقط کمونیست ها نیست، صحبت از کافرین نیست، صحبت از منافقین نیست، بسیاری از خداها پسرکشی میکنه روح الله خمینی تا قطب زاده به میدان نیامده به درخت آویزانش میکنه، جلوی جوخی تیرباران میبره. منطقش عاطفه نیست، منطقش انسان نیست، منطقش نگاه به یک انسان نیست. شما فکر کنید که حیرت آوره که زن زندانی حامله رو محکوم به اعدام میکنند و زن بهش بگن که تا وقتی بچت متولد شد بعد اعدام بشی. تا اون کسی که این حکم رو میده تصوری که این زن زندانی هر اعتقادی میخواد داشته باشه، از شوق تولد بچهش داشته باشه، در این حال وحشت این که تولد مرگ او را به دنبال داشته باشه، این یوروپ بوده، یا این کفران نعمت بکردن دختران قبل از اعدام، تجاوز به این دختران ما قبل از اعدام برای که کفران نعمت نشه. و یک ایده هم هست البته که بعضی از فقها میگن که دختر باکره اگر کشته بشه میره بهش، یا چون اینا در روی زمین مفسد فی الارض هستن و محدود دامن باید باکره از این دنیا نرن که شانس بهش رفتن داشته باشه. بنابراین این زمختی، این بیداد، این نگاهی که هیچ ظرفیت تحمل و مدارا رو با هیچ سطحی از انسان نداره، چهارچوب ارزشی این نظامه. و اینجاست که شما این مشخصات رو می‌بینید. دوستان بسیار عزیزم، من یکی از کسانی هستم که زندان اعلیحضرت چشیدم و برخلاف این یارو ثابتی معاون سواک ایران، شکنجه های جهنمی در درون سواک پسر رضا خان میر پنج را هم دیدم. من که خودم اونجا پاهای من با نرمه کف پا استخوانی شده بعد از 40 سال، در زیر بازوی اون پنج شش ماه اول تا
پاندورهای گوشت کف پای من پوسیده شده بود و پاندورهای کف پام در آمده بود و توش فتیله میکردم و هر سه روز به سه روز که اینو پاسوان میکردم دادم و پاسوان میآوردن. من که معتقدم برخلاف رسولی شکنجه کردی میگفت شکنجه شلاق فقط نبود، آبولو بود، سوزاندن بود، شمع آجین کردن بود، تهدید به تجاوز خود زندانی و خانوادهش به بعضن انجام این بود، همه اونها که آویزان کردن بود، ساعتها افراد زیادی را بیاد دارم که آویزان شدن، بلکه جمهوری اسلامی عرض کنم که کشت اعدام شدن، ولی خوشبختانه هنوز اکثریت ما زنده ایم و هنوز جمهوری اسلامی همه ما رو نکشته که اسناد جنایت اعلی حضرت رو بمالونه. ولی با همه اینا اینجا در حضور شما اعلام میکنم که زندان نظام شاهنشاهی ببخشید قابل تحمل تر از نظام جمهوری اسلامی است. سواکی که ما رو میزد در وقت زدن یا قرص اعصاب میخورد یا مست میکرد. یک کارمند پستی بود که برای خونه وام کلان از بانک گرفتن برای ماشین ارتقا مقام پیدا کردن عرض کنم ما را میزد. در راه خدا نمیزد، در راه خودش میزد و به همین دلیل اونقدر میزد که این حالا فروغ داشته باشه. میزدن ماها را به افراد رو به چند نفر رو که هیچ رفتی به هم نشان به یک پرونده تبدیل میکردن. این پرونده خودش فرصده برایشون ارتقا مقام به ایجاد میکرد. اما در جمهوری اسلامی چنین نبود و نیست. در جمهوری اسلامی او میزند، میکشد و در راه خدا این کار را میکند. علم البته سپاه پاسداران این دستگاه های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی ایران به آلاخولوف رسیدن، خودشون شدن سرمایه‌دار، چاقچله شدن و الان برای منافع خودشون بیشتر میجنگن. ولی در اون دهه خونین اول بعد از انقلاب شکست خورده ما، به ویژه در اون سالهای اول دهه شصت این جوری نبود. شما کیا بودن پایه خمینی؟ غیر از لومپان پرولتاریا و بچه بازاری ها عموما نیروی حاشیه تولید بودن، نیروهایی که بعد از اصلاحات ارضی از زمین هاشون کنده شده بودن، در بازار شهرها و حاشیه شهرها پنهان بودن. اکثریت و قاطع اینها همه پایه روستایی داشتن، پیوند ارگانیکی با آخوند، با دین، با پیغمبر و امام داشتن و زیر شعار عدل علی به میدان آمده بودن. ما چه ها و شما همه تو یادتون هست اون خیابانهای شهرهای ما دو دست تظاهرات بود که بگفتون برادری حکومت عدل علی، بگفت که برادری حکومت کارگری، طرفداران حکومت عدل علی بودند. بنابراین اونها در واقع برای یک اهداف مشخص تبدیل شده بودن به سربازان امام زمان. اینها خشن‌تر از اون بودن، نه به صورت لحاظ شخصی خشن، برای اینکه هر قدر خشونت بیشتر میکردن این خشونت بیشترشون نوعی عبادت بود. این اون نقطه گرهی است که باید درک کنیم ما و سخت درکش واقعا که یک انسان چطور با به نام البته تعذیر حدودات، اجرای حدودات انسان دیگر رو اینجور له میکند و این رو به عنوان عبادت میدونند. میدونند عزیزانی که در زندان بودند پاسداری که شلاق میزد وقتی با صدای قرآن میزد با ضرباهنگ سینه زنی شلاق بر کف پای زندانی فرود زندانی به سپاه شسته فرود میآمد. بودند پاسدارانی که برای اینکه شانس تیر خلاص بیفته گیرشون نه روزه نذر میکردند. این نگاه جهنمی و ددمنشانه را با مثابه یک نظام ارتشی روح الله خمینی و بعد اعوان انصارش به هدیه آوردن برای مردمی که نان میخواستند، آزادی میخواستند، خربزه میخواستند، زندگی میخواستند، حقوق شهروندی میخواستند و او آمد همه اینا را گرفت. خمینی در یکی از اون سخنرانیاش در این نفل نشده گفت که اون آقا گورستانهای ما را آباد کرد و زندگی ما را نابود کرد. خودش آباد برعکس کرد، زندانها را دوبله کرد. فقط زندان نبود که جهنم بود.
شما تصور میکنید در سال 60 سر خیابان ها بدون محاکمه بچه ها که برام تیران میکردن، همین حادی غفاری که الان اصلاح طلب شده خریدار هر دوی او خلخانی گور به گور شده، ولی اون خلخانی هم قبل از مرگ اونه اصلاح طلب شده بود. یعنی همین یه رو آیت الله آیت الله موسوی اردبیلی هم داستان محتوی ایشون هم اصلاح طلب شدن، آیت الله موسوی تبریزی هم اصلاح آدم خاران هم همین آقای سازگار ها و گنجی ها هم اینها هم اصلاح طلب های رادیکال شدن. اینها همه دستن در کاران سازماندهندگان اون معماران اون جهنم وحشی بودند، اون جهنم آدم خارانه بودند. به همین دلیلی که تمام تلاششون رو میکنن که راجع به دهه 60 سکوت کنند، چون دهه 60 سکوت نکردن مالیات دارن. البته 67 یک کشتار اوج بود، یک تکان زمین لرزه بود، اسیر کشی کرد رژیم جمهوری اسلامی ایران به دستور روح الله خمینی، همون کار را کرد که در حمله به کشورهای دیگه که می آمدن کردن. میدونید که ما امام حسین داماد خودمون میدونیم، چون منظورم ایرانیان، منظورم خودم نیستم، برای اینکه دختران یزگرد رو به اسیری آورده بودن دوباره شوهر میگرفتن به آقازاده ها دادن. یعنی اون فرهنگ اینجا که آمد کارکردی داشت، این منطق در این نظام حاکم بود. بنابراین اون روزها روزهای سیاه بود، روزهای نور امام خمینی نبود. این رفیق احمد عزیز ما که 10 سال رفقا نگفتن، خودشم نگفت، 10 سال در زندان جمهوری اسلامی بوده و زندانهای مختلف تجربه کرده، همینجا در این سالن دو سه رفیق عزیز هستن که 7 سال، 8 سال، 10 سال مثل این رفیق اون جهنم رو تجربه کردن، این قیامت ها را قیامت رو در واقع تجربه کردن، اینا اون تابوت هاش داوود رو تجربه کردن. همین سالن ما همین شاهد آدم های روشن به زنده است که بعضی هم شما خیلی هم ممکن نبودش باشید که آمدن اینجا هستند توی ما. در یک همچه فضایی صحبت از نور امام خمینی است. سکوت می کنم برای اینکه مالیات داره اون دوره، نه فقط این جماعتی که من نام بردم سکوت می کنم، بخشی از چپ نماها هم سعی می کنن که از با سکوت از اون بگذرن تا دست های آلوده خودشون رو در همکاری با این نظام جهنمی پنهان کنند. و این اون نکته کلیدی است. هیچگاه در تاریخ شناخته شده ایران ما مغول و اونا را کار ندارم، اون داستان دیگه است. این تاریخ معاصر ما سالهای 60 و 61 و 62 سال جهنمی ترست این سالها نداریم. کشتار و قتل عام و حجم بالای شکنجه و ایجاد روح و وحشت و نادم سازی در شکلهای جهنمیش، سیاست تواب سازی در شکلی که مثلا مسخ انسان مسخ کرد، این سیاست اینه، مسخ کردن انسان، دگرگون کردن انسان، تبدیل کردنش به یک جانور وحشی که رفیق خودش رو تیر خلاص بزنه، که بازوی همپروندی سابقه خودش بشه. این در هم شکستن تمام حیثیت و شخصیت انسانی. خیلی ها خودشون رو کشتن، خیلی ها دیوونه شدن. من در یک شعری که الان اونم ممکنه جمعه هم پیش بیاد نوشتم، اما همه که اینجوری نبودن. خیلی از بچه ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها توانایی این زیر شکنجه جهنمی رو نداشتند، بریدن، ولی کسی را که لو ندادند. خیلی ها جاسوس رژیم نشدند، نماز خواندند و جلوتر رفتند. ما یک شعری دارم که گفتم عنوانش رو شعر نمیخوام بکنم، سوار افتاده سبوی شکسته نیست، این سوار را انداختند، ما باید در آغوشش بکشیم، چون این خیلی دروغه، دروغه، دروغه که بگیم انسان تا بی نهایت توانا است. نه خیر، البته این حقیقته، این حقیقته، این حقیقته که انسان های بودن این مقامت کردند، ولی نادر بودن، محدود بودن. هزاران ستایش و درود بر اون عزیزانی که شرف در ما هستند، من هستم.
اما بقیه رو چه بکنیم که در بیداد زیر شکنجه تن نازنینشون توان نداشت، یک جایی بریدن. جامعه ما نسبت به اونا نمیبایستی برخورد خشنی داشته باشه. ما در چنین فضایی، من هی بخوام کوتاه کنم درستر میشه، از کنم در چنین فضایی ما با این کشتارها روبرو هستیم و از همون آغاز این کشتارها آغاز شده. من برای شما حس بکنم در اسفند 58، در اسفند 58 کتابخانه محمدی ناشر آثار چپ انقلابی رو آتش زدند، خودش را هم سرپنیز کردند. کیا کردند؟ کسانی که بعداً سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رو تشکیل دادند، همونهایی که بعداً سپاه پاسداران رو ساختند و امروزه اصلاح طلبند، بخششون درون مرزی هستند، بخششون برون مرزی هستند و بخششون در زندانند. همین ها دوباره اطلاعیه دادن 20 روز پیش در سایت ها دیده اید، اگر ندیدید میتونید ببینید. خدا آره، ما که اصلاح طلب هستیم. البته آقای روحانی که آمد، ما نباید سعی کنیم اختلال در کار ایجاد کنیم، بنابراین نباید مطالبات ما را به میدان بیاریم. مطالبات شما میتونه چی؟ نمیخوام وارد بحث بشم. اصلاح طلبی میگوید تحمل پذیر کردن این نظام برای ادامه بقا. تمام آنهایی که خواهان تحول در درون جمهوری اسلامی هستند، خواهان بقا و ادامه کاری این جهنمند. و جامعه ایران نیروی کار و زحمت از چهارچوبه این نظام هرگز رهایی نخواهد یافت جز با رفعش. بنابراین اصلاح طلبی جز خاک پاشیدن بر چشم مردم نیست، به این معنا نیست که او میخواهد این نظام جهنمی و آرایشش چارت روزنامه در بیاد. نمال من، شما تمام این انتخابات نگاه کنید، اگر یک بار این حسن روحانی گفت که حدود دستمزد کارگران را متناسب از تورم میکنم، اگر تو من میرفتم یه نصف رای میدادم، حتی رای میدادم. ولی صحبت از کارگر در کار نیست، صحبت از آزاد زمان چی؟ رئیس زنان را میبرید بالا. من طرفدار آزادی پوششم، چه با حجاب چه بی حجاب، ولی یک خانم را آوردم اونجا یه چشمش در بیارم، حالا دکتر شده سخنگوی وزارت امور خارجه. این تنها نمایشی از برابری زن و مرد داره. کدام آزادی برای زن؟ همون روزها آمدن خواندید بازم دیگه، در دو هفته گذشته دوباره اون گشت سار الله و امر به معروف و نهی عن المنکر برای زدن دخترها و اونها که مقاومت مدنی میکنن و درود صداش، من طرفدار ماتیکم، خط چشمم، روسری رو از اون بالا برداشتنم، آستین هفت دفعه کوتاه‌ترم، دامن سه بار میجوبم در مقابل این جمهوری اسلامی. هر دهنکجی درسته، هر دهنکجی دفاع از شهروندی، هر دهنکجی بقای انسان رو داره. شاید این بچه ها خیلی درخشان بود این رقصشون که از اون مرد زندگی ساختن. ما برای زندگی میخوایم بمیریم، نمیخوایم که برای مرد بمیریم. پس این یعنی اینکه نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. اینجا اینجا هر سال در هر شهر در هر جا میگیم، مادران در خاوران در خاورانهای ایران مدام میگن، هر لحظه دادخواهی فرزند و جگرگوشگان خودشون رو فریاد میزنند. بنابراین ما چرا باید این جهنم رو ببخشیم؟ ما هیچ راهی نداریم، نه فقط کمونیست‌ها، کارگران، مردمان سراسر ایران، جز در هم شکستن نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی مذهبی ایران. هیچ راه دیگری نداریم. با تحول در این رژیم حتی نفس کشیدن ممکن نمیشه. ما مگه دیوانه ایم دوباره انقلاب کنیم؟ این با عمامه ای رو با کلاهی میاد همین برای رو سرمون بیاره. ما باید برای که اون رژیم که نمیذاره شما تلاش کنید به مردم فرصت انتخاب بدید، بنابراین ما باید رسانه هایمون اینجا قوی کنیم. چون اون بر برای یک لایه از خواهران و برادران اصلاح طلب صدها تلویزیون آزاده، از بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و کفت و زهرمار و پول سیرور، این چپ ها و این سوشال دموکرات رادیکال گده گوش نه، یه غارغرک دارن. ولی از این غارغرک باید استفاده کنیم.
از این قاطرگاه حمایت کنیم، اون رو تقویت کنیم. بگذاریم بس ندارم الان این رفیق بیژن منو دعوا خواهد کرد. پس من با خواندن یک شعرم، فقط یک شعر، چون این مراسم با نام بزرگ مادران خاوران و مادران پارک لاله شده و 67 به عنوان برگزاریش شده، به شما عرض بکنم که من یه شعری دارم به نام مقتول لعنت آباد. اون هفته های اولی که خبر این خبر هولناک این جنایت به خارج از کشور اومده بود، ما هنوز جزئیات رو نمیدونستیم. بعضی از خانواده های وابسته به همین تشکیلات های سیاسی یا غیر از اون یک جورهایی خبرها رو داده بودن، خودشون هم به دقت نمیدونستن چی شد، چه گذشت، چطور بود. و گفتم که توی مومانون سمت خاورم دقیقا کجاست، گفتم کنار قبرستان باهایاست دیدم. من اونجا در اون زیر اون شعر نوشته بودم که بیابانیست دهان گشوده که حزب الله لعنت آبادش میخواند، مردم اما با صدای عشق میگویند گلستان خاورم. این خاورم رو اینجوری اون بود، من این رو گفتم چرا مردم اینو خاورم میگن، برای اینکه اونها هم گفتن لعنت آباد. این مقابله مردم بود، مادران بود، خانواده ها بود. این جاهای مختلف چاپ شده، شما شاید خیلیاتون شنید. هنگام که غبار خاکستری سحر بر چهره خیس بنفشه‌زار می نشیند و عطر بی‌دلیل آفتاب پگاه کوچه های یخ‌زده را گرم می کند، زیر نگاه آن که در چارقد سیاه خود شکسته و شوق دیدارت را بر آستانه در نشسته است می آید. هنگام که خیابان‌های خاموش این شب خوف در شعله فریادی گر می‌گیرد و شدتی از عشق و بهار نارنج خواب خوش سنجاقک‌ها را می‌شکند می‌آید. هنگام که برمی آشوبت خاک بی‌باک در گام هاگ معترض بردگان کار و کارخانه ها و مزرعه هاگ میهن در بند در سرود دلکش آزادی نفس می کشند می آگی می آگی در حلحله هزاران مشت در رودخانه از آژیر کارخانه ها در هجوم روگش مزارع آزاد شده در سفره ها که پر از نان و بر تلی از حلبی آباد ها که بیرن. آهای مقتول لعنت آباد که دشنه ای در پشت و زخم درشت بر سینه داری می آیی می آیی می آیی می آیی با اولین جوانه آن طوفان بزرگ و عاشقانه می رقصی در رقص شادمانه جنگل. آهای مقتول لعنت آباد با اولین وزش با اولین جوانه با اولین سرود می آیی و تنپوش مشبکت تا همیشه پرچم ما خواهد شد. درود بر شما. الان به بخش پایانی برنامه نزدیک میشیم. بخش پایانی برنامه با یک رقص زیبای دیگه از گروه خورشید خانم فاطمه پیدا خواهد کرد. رقص آخری که اجرا میکنیم براتون اسمش هست پنجره رو به بهار سرزمین من، که توسط خانم آرام بیات طراحی شده. این رقص آرزویی را به تصویر میکشد که آرزوی بسیاری از ماست. بهار خواهد آمد، بهار بیگمان به سرزمین من خواهد آمد و در آن روز
مردم ما، زن و مرد، کوچک و بزرگ، با فرهنگ‌های متفاوت دست در دست در کنار هم می‌رقصند و آمدن بهار آزادی را جشن می‌گیرند. در طراحی این رقص، رقصندگان رقص‌های نواحی مختلف ایران را به تماشا می‌گذارند. اگرچه هر گروه رقص ناحیه خاصی را به نمایش می‌گذارد، ولی همه با یک آهنگ و در هارمونی و هماهنگ می‌رقصند. میرسد عبر سیاه میرود
خاص از گروه خورشید خانم، تک تک دوستانی که در این برنامه هنری برنامه اجرا کردن و با سپاس بیکران از آرام بیات. مرسی. با سلام و درود. حالا من نمیدونم، من بلد نیستم، من اینجوری حرف میزنم، جور دیگه بلد نیستم. به هر حال خیلی خوش آمدین. من گفتن که ما هر سال تو برنامه شرکت کردیم، همیشه بودیم، وظیفه‌مون باید باشیم، کار خاصی نکردیم. و ما درست تاریخ خورشید خانم با تاریخ همین کشتار 67 یکیه، یعنی دقیقاً ما هم در سپتامبر 1988 این کلاس رو به وجود آوردیم، این گروه که اون موقع البته برای سالها بزن کلاس خانم بیاد بود، بعداً شد خورشید خانم. نمیدونم این خوشبختی ماست، بدبختی ماست، نمیدونم. به هر حال یه رابطه تنگاتنگی با همین، یعنی و در طول این 25 سال همیشه با هم اومدیم تا اینجا، یعنی ما هم سپتامبر 25 ساله شدیم. و فکر میکنم که کاری که کردیم، به هر حال این که این گروه، این بچه ها امشب اینجا هستن و در این برنامه، یعنی در این یادمان شرکت میکنن، بیلان کار ماست همین. و نمیدونم دیگه چی بگم. مرسی. با سپاس از تک تک شما که تشریف آوردین، امیدوارم که شب روز خوبی داشته باشین. تا برنامه های آینده ما در خدمت شما باشیم. شب روز.